استوری 2500 دلار بدی هر چند بخوای میتونی استوری میکنی. امینه فردین که به نقل از مجله هارپی جدایی سحر قرشی و امیر تتلو را دروغ دانسته است متولد 1370 و یکی از پرهاشیه ترین افرادی است که برای جلب لایک و فالوور در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام فعالیت دارد. او یک خبرنگار مستقل ساکن آلمان است که طبق ادعای خود به انتشار محتوای افشاگرانه میپردازد او در سالهای اخیر به واسطه ادعاهای خود درباره پشت پرده زندگی شاخهای مجازی و سلبریتی های ایرانی به شهرت زیادی دست یافته است امین که کارش گویا برخلاف اسمش خیانت در امانت خبرنگار سابق صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و مرکز خوزستان و خبرنگار سابق باشگاه خبرنگاران جوان است. و سالها به خبرنگاری تهیه فیلم و مستند و تدوین و ویرایش تصویر برای این نهاد مشغول بوده. در اسفند 96 گفتگویی از امین فردین با روح الله زم در کانال آمد نیوز منتشر شد که نام فردین را بر سر زبان انداخت. اما پس از مدتی هر دوی آنها دست به افشاگری بر علیه یکدیگر زدند و همدیگر را عامل نفوذی معرفی کردند. او گزارش های تحت و عنوان افشاگری درباره پشت پرده های سایت های و همکاری آنها با شاخهای مجازی را منتشر کرده است. پس از ماجرای روح الله زن و سایت های امین دست به انتشار گزارش های افشاگرانه درباره پشت پرده زندگی برخی مسئولین کشور و سلبریتیهای های ایرانی و روابط خصوصی آنها زده است. به طور مثال بعد از جنجال کانال آمد نیوز امین فردین اولین کسی بود که عکس های خصوصی دو نفره محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و همسر دوم وی میترا استاد را منتشر کرد. بر اساس حکم منتشر شده امین فردین با شکایت امین رضا چلبیانلو همسر خانم آناشید حسینی و شاکیان دیگر از حوزه های مختلف ورزش و هنر متهم به نشر عکازی و اخازی عنوان شده و وضعیت اعلان قرمز برای دستگیری او به پلیس اینترپل اعلام شده است. همانطور که از او انتظار می رفت بعد از ادعای کیفرخواست ای اینترپل همسر آناشید حسینی امین یک قسمت درباره خانم حسینی با عنوان چه کسی به آناشید و حسینی حاشیه ام داده است ساخت و در کانال یوتیوب بارگذاری کرد به گزارش انصاف نیوز امین فردین فردی که خود را اولین پاپارزی ایرانی میداند طی آخرین برنامه خود اقدام به افشاگری علیه آناشید حسینی عروس سابق سفیر دانمارک و بلاگر پرداخته است ماجرای شکایت همسر خانم حسینی به زمانی باز می‌گردد که برخی از رسانه ها دلیل خودکشی خانم زهره فکور بازیگر مشهور را به او نسبت دادند و امین را مقصر اصلی خودکشی وی دانستند. پس از این اتفاق امین رضا چلبیانلو که خود از سوژه های ادعاهای امین فردین بوده است اعلام کرد به جد پیگیر صدور حکم بازداشت امین فردین خواهم بود. همچنین مستند تلویزیونی که سال گذشته از اعترافات میلاد حاتمی یکی از گردانندگان سایت های شرطمندی پخش شد با ادعایی درباره ارتباط امین فردین با شبکه قمار همراه بود از سوی دیگر سردار آزمون نیز از قاعده افشاگری های فردین در امان نبود او که به دفعات سوژه به اصطلاح افشاگری های امین فردی بوده است خبر صدور حکم جلب و استرداد امین فردین به ایران توسط اینترپل را در مرداد ماه 1401 داده بود پیش از این امین درباره مسائل به وجود آمده برای آزمون در روسیه ادعاهای عجیبی را مطرح کرده بود پیش از اینکه سردار آزمون با ماجرای شکایت دختر روسی با حجمه شدیدی در فضای مجازی روبرو شود امین فردین او را وارد چالش هایی کرده بود پس از اینکه فردین علیه سردار آزمون دست به افشاگری زد مهاجم تیم ملی نیز با استخدام وکیلی علیه او اقدام قضایی کرد و مدعی شد پلیس اینترپل حکم اعلان قرمز را برای دستگیری این فرد و بازگرداندن او به ایران صادر کرده است گفتنی است فردین همواره مدعی شده است که بارها از او به اینترپل شکایت شده است چون واقعیت ها را میگوید و پشت پرده افراد مشهور را افشا می کند. او در یک برنامه لایف که از یوتیوب پخش شد به این مسئله اشاره کرد و مدعی شد فعالیت ها علیه او به دلیل افشاگری هایش علیه چهره های معروف در فضای مجازی است. این خبرنگار پشت پرده در اولین تجربه خود برنامه هشتگ هاشیه را به روی آنتن برد که در آن به بررسی هواشی مجازی و سلبریتی ها می پرداخت. در اسفند 96 با گفتگوی وی با روح الله زن بر سر زبان ها افتاد. به گزارش فارس امین که تا چند سال پیش مخالف سایت های شرط بود به یک باره با چرخش 180 درجه رفیق دو آتیشه مبلغان این سایت ها شده است. به نظر می رسد در تقسیم وظایف سایت های شرط او با اخبار و لایف های هماهنگ شده وظیفه گرم داشتن تنور سایت های شرط را دارد. بعد از خودکشی زهره فکور صبور حمید فراهانی مجری خبرنگار مدعی شد مرحومه قبل از فوت به چند نفر از آشنایان گفته بود از شایعاتی که یک اخاذ مجازی پناهنده در آلمان درباره او ساخته و منتشر کرده است ناراحت و عصبانی است از این رو نام امین فردین پس از درگذشته زهره فکور صبور بازیگر ایرانی نام پرتکرار در زبان دوستان این بازیگر بود و بسیاری به نوعی او را به خاطر شایعاتی که درباره این بازیگر منتشر کرده بود مسئول مستقیم خودکشی این بازیگر می دانستند. درباره این فرد تکرار این نکته ضروری است که بر اساس مستندی که از شبکه‌های قمار روی آنتن تلویزیون رفت میلاد حاتمی از گردانندگان سایت‌های قمار به وضوح اعتراف کرد که امین فردین بابت داغ کردن موضوعات درباره برخی از چهره ها و افشاگری هایش از شبکه قمار خارج از کشور به طور مستقیم درآمد کسب می کند. میلاد حاتمی گفته بود که امین فردین با این سایت ها همکاری دارد و برای چهره های دارای سایت قمار شایع سازی می کند تا صفحه های آنها بیشتر دیده شود. میلاد حاتمی اصطلاحا یکی از شاخهای فضای مجازی است که مدت هاست به یکی از چهره های شناخته شده در فضای اینستاگرام بدل شده همسر او نیز در مسیری مشابه فعالیت می کند و چهرههایی همچون محسن افشانی بازیگر پیشین سینما و تلویزیون که درگیر جنجال های زیادی است او را یاری می کند. به گزارش تابناک میلاد نیز ماننده پویان مختاری، داوود هزینه و دیگر شاخهای اینستاگرامی با انتشار تصاویری از زندگی لاکچری خود در ترکیه و نمایش آن در اینستاگرامش که حدود 3 میلیون فالوور دارد، مخاطب جذب کند. او بیش از دیگر همسنفانش از دختران جوان استفاده ابزاری کند و شاید به همین دلیل فالوور بیشتری هم دارد. یکی دیگر از راه‌های خاص میلاد حاتمی برای جذب فالوور، نمایش‌های زرد و مبتذل با همسرش زینب م... مهدی پور است که در اینستاگرام با نام سهر شناخته می شود. میلاد حاتمی و سهر سالها با یکدیگر دوست بودند اما اخیرا رسما ازدواج کردند. آنها یک دختر هم دارند. طبق گزارش سایت تابناک او در اسفند ماه سال 99 توسط پلیس بین الملل دستگیر و تحویل مقامات قضایی ایران شده است. اما به گزارش انصاف نیوز احسان شاه قاسمی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه توجه را می شود به پول و قدرت ترجمه کرد گفت افرادی که به اشخاصی چون امین فردین و امید شریفی دانا فحش میدهند به صورت ناخودآگاه کارمند آنها هستند این کار مثل همان دعواهایی است که سلبریتی ها با هم درست می کنند تا توجه به خود را حفظ کنند فرد هوشی مثل فردین این کار را با ظرافت بیشتری انجام می دهد. شاه قاسمی با بیان اینکه ضریب هوشی امین فردین و امید دانا قطعا بالای متوسطه است میگوید من اعتقاد دارم که اغلب ها ضریب هوشی زیر متوسط دارند ولی امین فردی نه قطعا ضریب هوشی او بالای متوسط است امید شریفی هم همینطور هر دو از افراد مطالعه کرده ای هستند امین فردین خیلی ماهرانه یک استدلالی را آغاز می کند و به مخاطب ارائه می دهد مثلا برای اینکه نشان بدهد فساد در سینما وجود دارد یک پژوهش کوچکی ترتیب می دهد و آمار تعداد آموزشگاه های آموزش بازیگری را پیدا کرده و برآورد می کند که چه تعداد کمی از افرادی که در این مؤسسات آموزش می بینند می توانند بازیگر شوند و در نهایت نتیجه میگیرد که فساد بزرگی در سینما باید وجود داشته باشد قطعا وقتی در آن جایگاه قرار میگیرد و عده زیادی او را فالو می کنند خود سلبریتی ها هم در رقابت با هم اطلاعاتی را در اختیار او قرار می دهند. کانال هزار چهره مجموعه است از هزاران چهره نام آشنای گذشته تا حال و چهره های روز و آینده رو بیطرفانه و موشکافانه معرفی و بررسی میکند. همراهی و سابسکرایب به شما به ما دلگرمی داده و لایک های زیباتون باعث پیشرفت میشه. ممنون که بیننده این برنامه بودید.